روتینگ پروتکل ریپ رو به عنوان روتینگ پروتکل دیستنس وکتور با هم دیدیم. بریم سراغ روتینگ پروتکل بعدی OSPF که تو دست روتینگ پروتکل های لینک استیت دستبندی میشه. من اگه بخوام یه مقایسه بین پروتکل های لینک استیت و دیستنس وکتور داشته باشم، میگم اولا مهمترین مؤلفه مقایسه این دوتا تو اون چیزیه که داره ارسال میشه بین روترها. توی پروتکل های دیستنس وکتور اون چیزی که ارسال میشه روتینگ تیبل یا به عبارتی میگم مسیره. اون چیزی که توی پروتکل های لینک استیت ارسال میشه اطلاعات لینک های کانکتده به روتر. خب این نکته مهمیه، یعنی میخوام بگم که پروتکل لینک استیت اون لینک های خودش رو اطلاعاتش رو ارسال میکنه به همه روترهای شبکه. حالا روترهای شبکه نگاه میکنن به اطلاعات همه لینک های روترهای دیگه، بعد میان خودشون با استفاده از الگوریتم هایی به این نتیجه میرسن که بهترین مسیر کجاست. این مثل روتینگ پروتکل های دیستنس وکتور یا ریپ نیست. تو ریپ دقیقا من مسیر رو از همسایه میگیرم، همسایه برام میگه برای این شبکه از اینجا برو، من هم میگم باشه. برای همینه که به روتینگ پروتکل ریپ روتینگ بای رومر هم میگن، یعنی روتر اون مسیریابی که با شایعه است، من نمیرم خودم تحقیقی بکنم، به من میگن از اینجا برو، من از اونجا میرم. ولی تو لینک استیت اینطوری نیست. به علاوه این که تو دیستنس وکتور این اطلاعات فقط به روتر همسایه ارسال میشه، در صورتی که توی لینک استیت این اطلاعات به همه روترهای شبکه باید برسه. و نکته مهم بعدی این که توی دیستنس وکتور ما به صورت دوره این اطلاعات رو میفرستیم هر 30 ثانیه یه بار، ولی توی لینک استیت این اطلاعات فقط یک بار ارسال میشه، اونم به صورت مطمئن و ریلایبل که مطمئن بشه همه گرفتن. از این بعد فقط تغییراتی که ارسال میشه. من اگه بخوام یه خلاصه ای بگم، چون جلوتر میخوام اینا رو باز بکنم، ولی فقط یک اوورویو کلی داشته باشم، میگیم توی دیستنس وکتور من فقط یه جدول دارم، اونم جدول روتین تیبل منه. ولی توی لینک استیت ابتدا روترهای من میان با همدیگه همسایگی تشکیل میدن و میرن اطلاعات همسایه‌هاشون رو توی جدول همسایگی ذخیره میکنن، بعد میاد اطلاعات لینکاشو منتقل میکنه. در نهایت من باید توی هر روتری اطلاعات لینکای همه روترهای اون AS هم رو اتونوموس سیستم هم رو داشته باشم. این اطلاعات میاد توی جدول توپولوژی. حالا من یه جدولی دارم که اطلاعات لینک های همه روترها هم توی AS هم وجود داره، میاد روی این یه الگوریتمی اجرا میکنه به اسم SPF. حاصل این میشه جدول مسیریابی. حالا هر کدوم از اینا رو دقیقتر با همدیگه میبینیم. پس به عبارتی میگیم توی لینک استیت هر روتر یه اوورویو کلی از توپولوژی کل شبکه داره، ولی توی دیستنس وکتور اینطوری نیست، هر روتر فقط از اطلاعات همسایه خودش با خبره. این یه مثالی از اینکه وقتی میگیم اطلاعات لینک ها یعنی چی. یعنی مثلا این روتر من اگه 4 تا لینک داره، هر کدوم از لینک هاش مجموعه اطلاعاتی داره، از جمله نتورکش، آی پیش، تایپش، اون هزینه‌اش، حالا در مورد کاستا صحبت می‌کنیم، اینا رو و اینکه چه همسایه‌های رو می‌شناسه. این اطلاعاتیه که ارسال میشه توی شبکه من و این اطلاعات باید به دست همه روترهای شبکه من برسه. اگه بخوام در کل اون مراحلی که می‌خوایم توی یادگیری OSPF طی کنیم با هم ببینیم، ابتدا باید خود پروتکل OSPF رو بشناسیم. خود پروتکل OSPF میاد میگه که تو بخش اول، یعنی همون بخشی که گفتیم تشکیل همسایگی، روترها با همدیگه همسایگی تشکیل میدن، اینو باید کاملا با همدیگه باز بکنیم. بعد زمانی که این همسایگی تشکیل میشه، میاد دیتابیس اکسچنج اتفاق میفته، یعنی ساختن این جدول توپولوژی، و در نهایت از روی اون
روتینگ تیبل ها ساخته میشن. او اس پی اف کلا وقتی بخوایم بررسیش بکنیم یا بخوایم مقایسهش بکنیم با سایر روتینگ پروتکل ها، میگیم او اس پی اف پروتکل کامپلکس یا پیچیده است. یعنی چه او اس پی اف پروتکل کامپلکس یا پیچیده است؟ چند تا نکته داره. یکی این که دیدیم که الگوریتمی روی جدول توپولوژی من انجام میشه و در نتیجه روتینگ تیبل ساخته میشه، اجرای این الگوریتم نیاز به ریسورس داره. یعنی چی؟ یعنی این که هر دیوایس برای خودش مستقلن میاد این الگوریتم اس پی اف رو اجرا میکنه، که این الگوریتم باعث یوسیج سی پی یو، مموری و بقیه ریسورس هایی میشه که توسط اون الگوریتم درگیر میشه. حالا با دید این که من اطلاعاتم رو یک بار ارسال میکنم، فقط تغییرات رو ارسال میکنم، پس تغییراتی که تو شبکه به دست من میرسه، این تغییرات برای اینکه ممکنه دوباره من بخوام مسیرهای جدیدی بیارم، باید باعث بشه که دوباره مجدد الگوریتم اس پی اف اجرا بشه. خب به عبارتی میگیم اجرای الگوریتم اس پی اف با زیاد شدن تعداد روترهای ای اس ام رابطه مستقیم داره. از یه طرف با کم شدن پرفورمنس دیوایس من هم رابطه مستقیم داره. رو همین حساب اصولا الگوریتم او اس پی اف رو به عنوان پروتکل او اس پی اف رو به عنوان پروتکلی در نظر میگیرن که روی سیستم ها بار میذاره. از یه طرف دیگه ما نمیخوایم محدود بکنیم مثلا مثل به 16 تا نتورک. رو همین حساب الگوریتم او اس پی اف میاد میگه که اگه من بخوام مثلا 50 تا روتر بذارم داخل یه ای اس و این تعداد تغییراتی که باعث اجرا الگوریتم اس پی اف میشه، در نهایت باعث میشه که شبکه من واقعا بهینه نباشه کار کردن باشه، پرفورمنس خیلی پایینی داشته باشه. پس میایم وارد یه فاز دیگه میشیم که این فاز رو توی بحث های سی سی ام پی قسمت او اس پی اف سی سی ام پی رود خیلی بیشتر باز میشه. ولی میگه که ما میتونیم برای اینکه اسکیلبل کنیم او اس پی اف مون رو، بتونیم محدودیت براش نذاریم، بیایم وارد فازی بشیم به اسم فاز سلسله مراتبی، یا به عبارتی بخوام خیلی ساده بگم میگن ایریا بندی. من به جای اینکه 50 تا روتر رو بذارم داخل یه AS، داخل همون AS میذارم، بعد میام ایریاهای مختلف براش در نظر میگیرم که تغییراتی که توی هر ایریا رخ میده منجر به اجرای الگوریتم SPF روی یه ایریای دیگه نشه. من عملا با این کار میام OSPF همون اسکیلبل و از یه طرف دیگه پرفورمنس سیستم رو بالاتر میبرم. پس که بخوام باز اشاره بکنم، ما ابتدا جدول همسایگی رو تشکیل میدیم، سپس از جدول همسایگی جدول توپولوژی ساخته میشه و سپس از جدول توپولوژی جدول روتینگ ایجاد میشه. بریم تو فاز اول یا همسایگی. گفتیم هر روتر با همسایش تشکیل همسایگی میده. این یعنی چی؟ یعنی اطلاعات همسایه و استیت همسایش رو میده داخل یه جدولی به اسم OSPF Neighbor Table ذخیره میکنه. هدف از این کار چیه؟ برای اینکه میخواد مطمئن بشه که همسایه‌هاش همیشه زندن، همیشه آپن رانینگ دارن کار میکنن، و علاوه بر این میخواد پارامترهای تشکیل همسایگی رو با هم چک کنه. یه مثال میزنم. تو ریپ فرض کنید من اگه دیفالت رو دستکاری نمی‌کردم، هلو تایم من 30 بود، دد تایم من 180 بود. از اون طرفم هم همینطور. حالا من میتونستم این مقادیر رو تغییر بدم. من اگه بیام این 30 رو بکنم 5 ثانیه، 180 رو به فرض بکنم 12 ثانیه، اتفاقی که میفته اینه که این روتر از نظر خودش هر 5 ثانیه بار باید هلو بفرسته، و باز از نظر خودش اگه 12 ثانیه هلو نگیره، اون هم اطلاعات اون روتر رو مرده فرض میکنه. در صورتی که روتر مقابل برای اون تعریف شده هر 30 ثانیه یه بار هلو بفرسته، پس اینم به نظر خودش کار اشتباهی نمیکنه. پس این هر 30 ثانیه میفرسته، ولی تا مدت زمان هلو اول به هلو دوم برسه، عملا دد تایم روتر دوم سر اومده. خب ما هیچ مکانیزمی نداشتیم بتونیم این رو با هم دیگه چک بکنیم، یا پارامترهای دیگه ممکن اینجا وجود داشته باشه. ما تو تشکیل همسایگی عملا میایم چیکار میکنیم؟ پارامترهایی رو ابتدا روترها با هم دیگه مچ میکنن، چک میکنن. اگه این پارامترها پس بشه، این پارامترها قبول بشه، بعد تازه میرن تو فازهای بعدی که در نهایت میخوان ایجاد روتینگ تیبل بکنن، به اونجاها میرسن. وگرنه همون ابتدا
اگه این مشکلاتی تو این قسمت باشه اصلا همسایگی تشکیل نمیشه. تشکیل همسایگی تو OSPF با ارسال بسته هایی به اسم هلو پکته. این بسته ها تو OSPF با دیفالت هر 10 ثانیه بار که بهش هلو تایم میگیم ارسال میشن، هر 40 ثانیه بار هم دد تایم در نظر میگیرن. خب من توجهتون جلب میکنم به اون قسمت اول که من داشتم مقایسه میکردم، گفتم ما توی روتین پروتکل دیستنس وکتور پریودیک آپدیت داشتیم، یعنی هر 30 ثانیه بار داشتیم میفرستیم، در صورتی که گفتیم توی OSPF اتفاق نمیفته. تو OSPF ما یک بار ارسال میکنیم بعد تغییرات رو میفرستیم. پس اینا چیه؟ پس برنامه هلو تایم و دد تایم جریانش چیه؟ از چه قراره؟ نکته اینجاست که ما وقتی داریم در مورد پریودیک آپدیت صحبت میکنیم، در مورد پریودیک آپدیتی صحبت میکنیم که داخل اون دوره اطلاعات روتینگی که قرار ارسال بشه بین روترها ارسال میشه. یعنی هر 30 ثانیه بار روترهای ریپمن میان کل جدول مسیرشون ارسال میکنن، در صورتی که اطلاعات اون ابتدا توی OSP فقط یک بار ارسال میشه، اطلاعات لینک ها یک بار ارسال میشه، ولی این هلو تایم و این هلو پکت ها صرفا بسته هایی که برای نگه داشتن همسایگی دارن استفاده میشن. یعنی میخواد استیت همسایگیش رو همیشه آپ نگه داره، چون زمانی که یه همسایه از بین میره، یه همسایه دد تایمش سر میرسه، تمام اطلاع از پایین باید بهتر توضیح بدم، تمام اطلاعات همسایه از جدول همسایگی پاک میشه، همینطور از جدول توپولوژی و روت های اون از جدول روتینگ پاک خواهد شد. یه اشاره‌ای به پروتکل OSPF که چطوری هدرهای روش قرار میگیره و یک نکته‌ای که ریپ روی UDP سوار میشه و OSPF روی IP سوار میشه و دستینشن IP ادرس آدرس مالتیکست 224.205 و تایپش 89 هست. خب حالا میخوایم ببینیم، هنوز همچنان تو فاز همسایگی هستیم، میخوایم ببینیم تو این همسایگی چه پارامترهایی باید با هم دیگه مچ بشن که همسایگی من آپ باشه. سابنت نامبر، هر دو باید عضو یک سابنت نامبر باشن، سابنت مست باید یکسان باشه، هلو اینتروال و دد اینتروالشون باید یکسان باشه. همون بحث 30 ثانیه و سرشت تو صحبت کردیم در مورد ریپ، گفتیم چه مشکلاتی میتونست ایجاد بکنه. ایریا آی دی، گفتیم ما میتونیم با ایریا بندی ایریا هامون رو مجزا بکنیم از هم دیگه، این رو با هم دیگه میبینیم. اگه اتنتیکیشنی را انداختیم باید طبیعتا اتنتیکیشن کیمون با هم یکسان باشه، و اگه از پارامترهای استاپ استفاده داریم میکنیم باید اون پارامترهای استاپ یا فلگ با هم یکسان بشه، که این بحثی که تو سی سی ام پی روت بازش میکنیم. ببینیم همسایگی چجوری داره تشکیل میشه. عملا استیت های مختلفی رد میشه تا در نهایت همسایگی من به مرحله فول میرسه. تو حالت اول استیت من دانه، من جلوتر توضیحاتش رو دارم، ولی قبل از اینکه بخوام برم رو توضیحات رو همین شکل براتون این قضیه رو توضیح بدم و از روی اصطلاحات عبور میکنه. حالت دان، حالتی که OSPF من تازه راه اندازی شده و یا نشده، این وسط اتفاقی که میفته، من روی دوتا روترم لزوما منظورم نیست لینک دانه، لینک وصله، ولی من قرار OSPF را میکنم که این پروتکل ها با هم صحبت کنن. حالا فرض بکنید من OSPF رو اجرا میکنم، OSPF رو زمانی که اجرا میکنیم این شروع میکنه ارسال هلو پکت کردن روی IP مالتیکست. به این فاز میگیم اینیشیالایز. این فازیه که من ارسال کردم، این فازیه که من هلو رو ارسال کردم به مالتیکست، ولی عملا از کسی اون سرخط اوکی هلو نگرفتم. زمانی که OSPF یه بسته هلو میفرسته، یه مقداری داریم مثل روتر آیدی که جلوتر صحبت میکنیم، حالا فعلا در مورد مثلا اون آیدنتیفایر خود روتر بهش نگاه بکنیم، میاد داخل هلو روتر آیدی خودش رو میذاره و مالتیکست میکنه. زمانی که من هلو میرسه دست روتر آردو، روتر آردو به من هلوی جواب میده که این هلو میاد روتر آیدی من داخل اون قرار میگیره. وقتی که ارسال میشه به دست
روتر R1. حالا R1 یه بار دیگه هلوی میفرسته، ببینید این دیگه مالتی کست ها نیست، اینا دارن مستقیم با هم الان کار میکنن. حالا R2 هم میاد هلوی میفرسته که روتر آیدیشو قرار میده. مثل میمونه که مثلا این R1 میگه سلام R1، اینم میگه سلام R2. زمانی که روتری یه هلو پکتی دریافت میکنه که روتر آیدی طرف مقابل، روتر آیدی خودش رو داخل اون هلو پکت میبینه، به عبارتی میگیم وارد فاز تووی شده. زمانی که این فاز تموم میشه، یعنی وقتی که من تو فاز تووی هستم توی همسایگی، به این نتیجه میرسم که تمامی پارامترهای همسایگی من چک شده و روترها به این نتیجه رسیدن که میخوان با هم همسایه باشن. حالا در ادامه این همسایگی قراره به چی ختم بشه؟ به این ختم بشه که این اطلاعات های لینک ها بین روترهای من رد و بدل بشه. به این میگیم فاز توپولوژی اکسچنج، که این خودش زیر فازهای مختلفی داره، من جلوتر همه این رو با هم دیگه میبینیم بازش میکنیم. در نهایت وقتی که از فاز تو وی دیتابیس اکسچنج انجام میده، دو همسایه من به حالت فول با هم در میان. این زمانیه که الان میتونه بره الگوریتم اس پی اف رو اجرا بکنه و بهترین مسیرها رو انتخاب بکنه و بره بذاره جدول روتینگش. خب پس من از این بخشایی که روی شکل توضیحم رد میشم، بیایم سراغ حالت بعدی. دیتابیس اکسچنج میخواد انجام بگیره، یعنی همسایه من فاز توبه رو رد کرده، به این نتیجه رسیدن که این دوتا با همدیگه میتونن همسایه باشن، حالا میخوان با همدیگه اطلاعاتی رد و بدل بکنن. چرا؟ چون در نهایت قراره برسه به حالت فول. ما این فاز رو تو دوتا مدل مختلف از شبکه میبینیم، شبکه های پوینت تو پوینت و شبکه های مالتی اکسس. ابتدا این قسمت شبکه های پوینت تو پوینت ببینیم. فقط قبلش من یه مفهومی بگم به اسم روتر آیدی. هر روتر توی OSPF یک آیدنتیفایر 32 بیتی داره. وقتی میگم 32 بیتی یه چیزی شبیه آدرس آی پی، آدرس آی پی هم 32 بیتی بودن، ولی آدرس روتر آیدی رو با آدرس آی پی نباید اشتباه بگیریم. روترهای من تو OSPF برای اینکه پروسشون رو انجام بدن حتما احتیاج به روتر آیدی دارن. این روتر آیدی یا میتونه مستقیما توسط کامندی که جلوتر با هم میبینیم ست بشه. اگه من روتر آیدی رو ست نکنم، چون دیوایس من احتیاج به روتر آیدی داره، میاد میبینه بالا بزرگترین آدرس آی پی اینترفیس لوپ بکش در نظر میگیره واسه به جای روتر آیدی. چرا میتونه این کارو بکنه؟ برای اینکه هر دوتا 32 بیتی هن، ساختار شبیه به هم دارن، ولی باز تکرار میکنم روتر آیدی آی پی نیست. یا اگه آدرس لوپ بک هم روی اینترفیس من نباشه، میاد چیکار میکنه؟ بزرگترین آدرس اینترفیس آپن رانینگ رو برای خودش برمیداره. دقت بکنیم که روتر آیدی الیکشن نام پریمتیوه، غیر رقابتیه. یعنی چی غیر رقابتیه؟ یعنی اینکه اگه من ابتدا روتر آیدی رو مشخص نکنم، بعد خود روترم بره برای خودش، حالا از روی اینترفیس لوپ بک یا از روی بالاترین اینترفیس غیر لوپ بک، برای خودش یه روتر آیدی انتخاب بکنه، بعد من بیام یه روتر آیدی بذارم، دیگه رقابتی نیست که روتر آیدی دوم منو قبول بکنه. میگه من یه روتر آیدی می‌خواستم الان دارم، من باید کل پروسه او اس پی اف هم یه بار ریستارت بکنم تا روتر آیدی جدیدم اعمال بشه. دقت بکنید روتر آیدی توی او اس پی اف گزینه مهمیه، برای اینکه خیلی از دستورات مانیتورینگ و ترابل شوتینگ وقتی میخواد اشاره بکنه به یه روتری، به روتر آیدیش اشاره میکنه. اگه من روتر آیدی رو مقادیری بذارم که برای خودم قابل فهم باشه، یعنی مثلا اگه من یه روتری دارم به اسم روتر یک، بیام روتر آیدیشو بذارم 1111. اگه یه روتری دارم روتر دو، بیام روتر آیدیش بذارم 2222. اتفاقی که میفته اینه، زمانی که من توی مثلا دستور مانیتورینگ مثلا میخوام همسایه ها رو نگاه کنم و میگه یه همسایه داری 2222، من سریع میفهم داره در مورد روتر R2 صحبت میکنه. ولی اگه خودش بره یه اینترفیس لوپ بک بعد یا اینترفیس دیگه بعد، من باید برم الان بگردم شبکه ببینم که این الان داره در مورد کدوم روتر حرف میزنه. پس بهتره همون ابتدا ما روتر آیدی رو انتخاب بکنیم که برامون قابل فهم باشه. OSPF 5 تا پکت مختلف استفاده میکنه. پکت هلو رو با هم دیدیم، هلو پکت یا تایپ یک چیه؟ پکتی بود که برای تشکیل همسایگی استفاده میشد. این وسط پکت های دیگه به اسم DVD, LSR, LSU و Acknowledge هم وجود دارن.
اینها رو من توی خود فاز باز میکنم. اگه بخوام از روی نوشته ها بخونم خیلی فهمش ساده نیست. خب اگه خاطرتون باشه اون سمت از همسایگی توبه من اومدم پایین یه شکلی گذاشتم، گفتم که اینجا فاز توپولوژی اکسچنجه، دیتابیس اکسچنجه. بعد اومدم گفتم در نهایت به فول میرسه. حالا ما اون فاز توپولوژی دیتابیس اکسچنج هم باید باز بکنیم ببینیم تو اون فاز چه اتفاق میفته. فرض بکنید که روتر R1 و روتر R2 میخوان با همدیگه تو OSPF کار بکنن. روتر R1 برای خودش روتر آیدی داره 2222 ست کردیم، این یکی رو مثلا 10-10-10 ست کردیم. این سمت روتر سابنت 12، سابنت وسط 11 و این ور هم 10 تا سابنت 1 تا 10 وجود داره. توی فاز توپولوژی دیتابیس اکسچنج اولین اتفاقی که میفته فاز X استارت چیکار میکنه؟ در اینجا یک نفر به عنوان اسلیو، یک نفر به عنوان مستر انتخاب میشه، فقط برای اینکه میخواد ببینه این فاز توپولوژی دیتابیس اکسچنج رو کی میخواد شروع بکنه. اون کسی که روتر آیدی بزرگتری داره این تو این رقابت برنده میشه. این روتر R1 میگه بذار من شروع کنم این فازو چون من روتر آیدیم 2-2. این میگه نه، من خودم 10-10-10 و از تو بزرگترم، پس من این کار رو میکنم. حالا تو فاز بعدی وارد اکسچنج میشیم. تو این فاز میخوایم بسته دیویدی رو همینجا معرفی کنیم. میاد چیکار میکنه؟ روتر R2 میاد یه خلاصه ای از سابنت هایی که داره رو میگه. یعنی میگه من سابنت 1 تا 10 و 11، یعنی من سابنت 1 تا 11 رو دارم به صورت سامری. از اون طرف هم روتر R1 میاد خلاصه خودش رو میگه، یعنی من سابنت 11 تا 12 رو دارم. یادمون نره که این پروسه پروسه ای که با اکنالج تکمیل میشه، یعنی بسته آخره بسته OSPF، بسته اکنالج، بسته بود که قرار ریلایبل کنه این ارتباط رو، هر دو طرف مطمئن بشن که اینا گرفتن. پس تو این فاز من با بسته های DBD سامری اون نتورک هایی که دارم ارسال کردم. تو فاز بعدی که اسمش فاز لودینگه میاد R1 میگه تو به من گفتی سابنت 1 تا 11 رو داری، من سابنت 11 رو نمیخوام چون خودم اطلاعات جزئیشو دارم، ولی 1 تا 10 که تو داری میگی رو من نمیدونم چیه، اینا رو به من اطلاعاتشو بده. پس یه بسته از نوع LSR Linked State Request ایجاد میکنه برای سابنت 1 تا 10، درخواست LSR برای 1 تا 10 میده. بعد روتر R2 میاد با LSU بسته Linked State Update جزئیات هر کدوم از این سابنت ها رو اعلام میکنه. باز هم یادتون نره که این پروسه هم پروسه یه که ریلایبل انجام میشه. از اون طرف هم R2 به R1 میگه با LSR میگه تو به من گفتی سابنت 12 و 11 رو داری، 11 رو نمیخوام، 12 رو به من بده. با LSU براش اطلاعات رو میفرسته، از اون طرف هم اکنالج دریافت میکنه. در نهایت هر دوتا به فاز فول میرن. الان زمانی که میتونه هر کدومشون مستقلا الگوریتم SPF رو اجرا کنه. یادمون نره ما با یه مفهومی به اسم LSA هم باید آشنا بشیم، Link State Advertisement. لینک استیت ادورتیزمنت عملا اسمش از ما زیاد میشنویم، شاید اسم LSR LSU رو دیگه نشنویم ولی LSA رو زیاد میشنویم. یادمون نره LSA بسته نیست، بسته هایی که دیدیم همینا بود، هلو، DVD، LSR، LSA و اک. LSA بسته نیست، LSA مجموع اطلاعاتیه که داره ارسال میشه. یعنی به عبارتی من با اگه دارم مثلا مثال میزنم LSU 1 تا 10 رو میفرستم، دارم 10 تا LSA داخل اون LSU میذارم، 10 تا information دارم میذارم داخل اون LSU و ارسال میکنم. خب اون فازی که الان با هم دیدیم فازی بود که توی لینک های point to point انجام میشد. تو لینک های مالتی اکسس یکم داستان فرق میکنه. لینک مالتی اکسس لینک های مثل اترنت، ATM، فریملیک لینک های هن که از یک بستر استفاده مشترک داره میشه، یعنی همه R2 E0 همه اینا میتونن همدیگر رو ببینن. تو این قسمت میگه اگه قرار باشه من فاز توپولوژی دیتابیس اکسچنج رو 2-2 بین روترام انجام بدم، فرض کنیم من 100 تا روتر داشته باشم، باید 100 ضرب در 99 تقسیم بر 2 تا فاز برای این کار کنار بذارم. خب این خیلی مقرون به صرفه نیست توی بحث پهنای باندم، تو بحث
ریسورس هم. صحبتی که میشه میگه ما چطوری میتونیم این n در element های تقسیم بندی رو کمش بکنیم. میگه توی شبکه مالتی اکسس یه روتر میاد به عنوان designated router یا DR انتخاب میشه. این DR مسئول میشه که همه رو آپدیت نگهداره. به عبارتی میخوام بگم که تک تک روترهای من، اگه 100 تا روتر دارم، 99 تا روتر دیگه اینا با هم دیگه دیتا اکسچنج انجام نمیدن، اینا همشون با DR این کار رو انجام میدن. بعد DR موظف میشه که همه رو آپدیت نگهداره. DR همونجور که متوجه شدین سینگل پوینت آف فیلره. یعنی چی؟ یعنی که اگه تو شبکه من DR از کار بیفته، شبکه من از کار میفته. برای همین میاد براش یه بکاپ دیزیگنیتد روتر یا BDR هم در نظر میگیرن. BDR دائم چک میکنه DR الایو باشه. تا زمانی که DR الایو، BDRش کاری نمیکنه. ولی زمانی که DR از بین میره، BDR اطلاعات لازم و کافی رو تو شبکه داره که نقش DR رو بازی کنه. باید دقت بکنیم که تو انتخاب DR و BDR ما میتونیم نقش داشته باشیم و بهترین کارو بکنیم، چون BDR بهتره روتری انتخاب بشه و DR هم بهتر روتری انتخاب بشه که با تمام روترهای شبکه من لینک مستقیم داره. دقت بکنیم که آدرس DR و BDR توسط هلو پکت ها ادورتایز میشن. به عبارتی تو این شبکه اگه روتر R1 به عنوان DR انتخاب بشه، روتر R1 با هر دو روتر R2 و R3 به صورت فول مستقیماً توپولوژی دیتابیس اکسچنج خواهد داشت. از اون طرف اگه بیام جدول همسایگی R2 و R3 رو ببینم، هر دو اینا با R1 از نوع فول هستن، ولی اینا R3 با خود R2 درادر، یا بخوام ساده ترش رو بگم، حالتیه که اینا مستقیما با همدیگه دیتابیس اکسچنج انجام ندادن، بلکه چجوری این کار کردن، بلکه از طریق DR با همدیگه سینک شدن. پروسه‌ای که برای انتخاب DR و BDR توی شبکه انجام میشه به این صورته که ابتدا روتری که پریوریتی بالاتری داره، این پریوریتی رو ما میتونیم دستکاری بکنیم، یعنی از 0 تا 255 من میتونم این رو تغییر بدم. در صورتی که این پریوریتی رو تغییر ندم و همشون با دیفالت به حالت 1 باشن، اتفاقی که میفته بزرگترین روتر آیدی به عنوان DR انتخاب میشه و دومی بزرگترین روتر آیدی به عنوان BDR. پریوریتی صفر یعنی اینکه هیچ زمان این روتر DR یا BDR نشه. و دقت بکنید که انتخاب DR BDR هم یک انتخاب نام پریمتیوه، یعنی غیر رقابتیه. من بهتره قبل از اینکه وارد پروسه روتینگم بشم این رو انتخاب کرده باشم، چون شبکه من به DR احتیاج داره. اگه DR انتخاب بشه، من بعداً تغییر دادنش ملزم به اینه که من بیام کل پروسه OSPF رو یک بار ریستارت بکنم. در نهایت زمانی که جدول‌های توپولوژی من تکمیل شدن، حالا زمانی که هر روتر بعد از اینکه تو استیت فول رفت، الگوریتم SPF رو اجرا میکنه به صورت مستقل خودش. برای که چی؟ میخواد نزدیکترین مسیر رو پیدا کنه و داخل جدول روتینگ بذاره. همونطور که میدونیم نزدیکترین مسیر رو بر اساس پارامتر متریک بهش میرسه. توی OSPF متریک بر اساس یه تعریف دیگه به اسم کاست محاسبه میشه. کاست میشه پهنای باند مرجع 100 مگابیت پر سکند تقسیم بر پهنای باند هر لینک. یعنی به عبارتی با این جدول من میبینم که کاست هر کدوم از لینک های من 56, 64, 128, تیوان، ایوان، اترنت، فست اترنت یا بیشتر، به این ترتیب کاستاش تغییر میکنه. بریم سراغ بحث پیاده سازی OSPF. قبل از اینکه وارد بحث پیاده سازی بشم، OSPF هم مثل ریپ قبل از اینکه بخوای بریم سراغ اینترفیس ها، باید خودش رو روتر فعال بشه. من با دستور روتر OSPF پروسس آیدی که جلوتر صحبت میکنم اونو فعال میکنم. قبل از اینکه برم به اون، میخوام به یه مفهوم دیگه مثل وایلد ماسک بپردازم. اگه یادتون باشه توی ریپ ما نمیتونستیم جلوی دستور نتورک
به صورت کلاس لیست آدرس نت آیدی رو میذاشتیم، یعنی جدا دستور نتورک توی ریپ حتما باید یه آدرس کلاس پول میبود. به عبارت اگه من 100 تا اینترفیس داشتم همشون 192 168 بودن، من باید 100 تا دستور نتورک میذارم که تک تک اینا رو معرفی کنم. توی OSPF یه قابلیتی گذاشته به اسم واید ماسک که بتونه به ما کمک بکنه من تعدادی اینترفیس رو بتونم با یک دستور فعال بکنم توی روتینگ پروتکلم. کار باهاش ساده است، میاد میگه واید ماسک اون بخشای از IP ادرس که برامون مهمن رو صفر و اون بخشایی که برامون مهم نیستن یک میذاریم. اینجا رو نگاه کنید، من زمانی که میگم این آدرس 192.168.1.10 با واید ماسک 4 تا 0، یعنی تمام بیت هاش برام مهم، پس دقیقا دارم میگم این آدرس. زمانی که میگم 192.168.1.0 با این واید ماسک، یعنی دارم میگم 3 تا قسمت اولش برام اهمیت داره، این قسمت آخرش برام مهم نیست. یعنی دقیقا تمام اینترفیس ها و آدرس هایی که از 0 تا 255 هستن، وقتی میگم 192.168.1.0 با این وایلد ماسک، یعنی دقیقا این رو من باینری ببیسم، دارم میگم قسمتی که اینجا هست، بیت هایی که تعداد بیت هایی که یک میشن برام اهمیت ندارن، سایر بیت ها برام مهمن. اگه این رو حساب بکنیم دقیقا میشه از 0 تا 7. راه سادش اینه که من بیام اون قسمت هایی رو که از آدرس میخوام با واید ماسک در نظر بگیرم، واید ماسک رو مستقیما به عنوان آدرس انتهایی با این جمع میکنم. یعنی به عنوان مثال تو این پایین وقتی میگم از این آدرس با این واید ماسک، کافیه من 15 رو با 64 و این 0 رو با این جمع بکنم تا به آدرس انتهاییم برسم. اینم نکته جالبیه، من میتونم با این حالت با آدرس 4 تا 0 و وایلد ماسک 4 تا 255 تمام اینترفیس ها رو یک باره فعال بکنم. خب خیلی کارمون رو راحت تر میکنه از ریپ. ریپ خیلی سخت تر بود، من چندین بار با دستور نتورک اینها رو فعال میکردم، اینجا خیلی راحت میتونیم این کار رو انجام بدیم. یه مثال که یکم به مفهوم وایلد ماسک رو بیشتر باز میکنه، فرض کن من روی روترم 3 تا اینترفیس دارم، میخوام وایلد ماسک پیدا بکنم که این دوتا اینترفیس فعال بشن مثلا تو OSPF ولی این اینترفیس فعال نشه. ما زمانی که رو باینری میبیسیم میایم نگاه میکنیم میبینیم کدوم بخش از اینها هستن که این دوتا با هم مشترکن ولی با بالایی مشترک نیستن. پس ما وایلد ماسک انتخاب میکنیم، به این تعداد n بیت رو 0 در نظر میگیریم و ما بقیه رو یک، یعنی با این وایلد ماسک عملا میتونیم این کار رو انجام بدیم. واقعیتش هم اینه که توی دنیای واقعی خیلی درگیر این جور محاسبات نمیشین. ما یا برامون اهمیت داره که تمام تک تک اینترفیس هامون برام مهم هستن که معمولا با وایلد ماسک 4 تا 0 تک تک جدا اینترفیس هامون رو فعال میکنیم، یا برامون اهمیت ندارن در کل که معمولا با آدرس 4 تا 0 و وایلد ماسک 4 تا 255 همشون رو فعال میکنیم. یادمون نره که مفهوم واید مثل یه مفهومیه که قرار نیست کار ما رو پیچیده تر بکنه، اومده که کار ما رو تو بحث اینیبل کردن یا اکتیو کردن اینترفیس ها توی روتینگ پروتکل راحت تر بکنه. خب یه سناریو تمرینی خوب میتونه باشه. حالا من سناریو اصلی که دارم نگاه جلوتر با هم بپذاریم ممکن دقیقا این نباشه، بعد هم نیست، چون شما دو سناریو مختلفه میتونید این رو به عنوان تمرین انجام بدین. از اون جهت که من میدونم عملکرد OSPF توی لینک های پوینت تو پوینت با لینک های مالتی اکسس متفاوته، این مثالی که عملا میتونیم ببینیم، یعنی ما میدونیم توی این شبکه پوینت تو پوینت نیازی به انتخاب DR یا BDR نیست، ولی اینجا دقیقا من میدونم یکی از اینها، این روتر من روی یکی از این اینترفیس هاش، این روتر روی یکی و این روتر روی یکی، یکی از این سه اینترفیس به عنوان DR و یکی دیگه به عنوان BDR انتخاب میشه. این میتونه قشنگ متفاوت بکنه عملکرد. حالا با هم دیگه نگاه میکنیم که چجوری میشه این کار انجام داد. توی بحث پیاده ترابل شوتینگ هم با دستور شو آی پی OSPF نیبر میتونیم جدول همسایگی رو ببینیم. با این دستور میتونیم به صورت خیلی دیتیل تر این قضیه رو ببینیم.
با دستورات دیباگ میتونیم هم بسته های OSPF رو هم وضعیت همسایگی رو با هم ببینیم چه جوری دیباگ انجام میشه، چه اتفاقاتی داره میفته. خیلی دقیق داره تو مراحل ترابل شوتینگ اینو بررسی میکنه. با شو IP OSPF، با شو IP پروتکل میتونیم پروتکلی که روی روتر ما فعال هست و پارامتراش رو ببینیم، و شو IP OSPF دیتابیس جدول توپولوژی دیتابیس OSPF رو نمایش میده. و یادمونم نره که در نهایت اصلی ترین حالت با شو IP روت من میخوام جدول روتینگ رو نگاه بکنم. خب تو قسمت سناریو نگاه بکنید، همون سناریو قبلی رو دوباره داریم استفاده میکنیم، 192.168.1.2.3/24 این سمت شبکه 10.10.10.0/24 و این شبکه 17.16/30. همونطور که میبینید تو این روتر فقط لینک های کانکتد به خودش، تو این روتر هم لینک های کانکتد به خودش، این سمت لینک های کانکتد و این سمت هم همینطور. خب میام روتر اول کامپتی با دستور روتر OSPF دقت بکنید. من قبلا با روتر ریپ فقط کفایت میکرد، اینجا یه چیزی به اسم پروسس آیدی هم اهمیت داره. یعنی من میتونم پروسه های OSPF مختلفی روی روتر داشته باشم، مثلا روتر OSPF 1. لزومی نداره این پروسه ها روی روترهای مختلف یکسان باشه، حالا مثلا جلوتر ما یه روتر دیگر رو توی پروسس دیگه میذاریم که ببینید این قضیه رو. پس با روتر OSPF 1 من وارد مود تنظیمات روترم میشم. این قسمت دقت کنید، من احتیاجی به دستور نو اوتو سامری ندارم، برای اینکه گفتیم OSPF بای دیفالت اوتو سامریزیشن استفاده نمی کنه و روش دیسیبله. فقط نکته که دقت کنید، من میخوام قبل از اینکه اینترفیس هام رو فعال بکنم با دستور روتر آیدی برای این روتر، مثلا اینو میذارم رو، اگه بخوام تقریبا شبیه چیز بذارم، شبیه یک بذارم چون صرف نمیتونم بذارم، اینو میذارم 444، اینو میذارم 4444 روتر آیدی شد. بعد میام با دستور نتورک. خب دیدیم من اینجا لزومی نداره که حتما از نتورک های کلاس پول استفاده کنم، من میتونم الان بیام چیکار کنم، بیام مستقیما این اینترفیسم رو فعال بکنم. یعنی مثلا بگم نتورک 192.168.1.1 با وایلد ماسک 4 تا، یعنی همین اینترفیس فعال شه. دقت کنید میزنه این کامپلیت کامند، یعنی کامند من کامل نیست. ببینیم چه چیزی ادامهش احتیاج داریم. اریا، من اگه نمیخوام فعلا اریا بندی بکنم، تمام بخش های اینترفیس هامو داخل اریای بکبون یا اریای صفر میذارم. ولی اگه فرض بعدن بخوام اریا بندی بکنم، تو ادامه همین مثال با هم دیگه میبینیم چه جوری میتونم با این اریا، با دستور اریا اون کارو انجام بدم، ولی در حال حاضر حتما من اریای صفرم ادامهش اضافه میکنم. پس این اینترفیس هامو فعال کردم. بعد میام چیکار میکنم، مثلا اون یکی اینترفیس هم 172 میگم نتورک 172.16 مثلا 00 با وایلد ماسک 00255255. این تمام اینترفیسی که با 172.16 شروع میشه، من خیلی راحت تر میتونم اینترفیس رو فعال کنم. میخوام فقط با انواع مختلف وایلد ماسک بازی کرده باشم. این هم بیاد تو اریای 0. بیم سراغ روتر بعدی کامپتی روتر OSPF مثلا 10. میخوام پروسه مختلف بذارم که ببینید که لزوما اینا نباید توی پروسه یکسان باشن. روتر آیدی این رو مثلا میذارم 1111. با دستور نتورک میگم نتورک 172.0.0.0. میدونید چیزای مختلفی دارم استفاده میکنم، اون اینترفیسی که با 172 شروع میشه یعنی 0 255 255 255 255 بدن تو اریای 0. خب اینجا نوشتش که یه لاگ اجاستنسی داره میده، لاگ همسایگی میده، میگه این پروسه نیبر 444 رو فصل 0 0 از لودینگ شد فول.
یعنی همسایگی من انجام شد اینور. خب حالا من این قرار که چک بکنم، میخوام در مورد اینجا صحبت بکنم. ما میدونیم که تو این نتورک اتفاقی که میفته دی آر و بی دی آر نقش خواهد داشت، و میدونیم اگه من پریوریتی رو دستکاری نکنم، پریوریتی با دیفالت 1 دستکاری نکنم، بزرگترین روتر آی دی انتخاب میشه. من میخوام توی دی آر و بی دی آر با فرض برای اینکه میدونم نام پری ام پی و غیر رقابتی نقش داشته باشم، مثلا فرض کنید من میخوام این روتر رو این اینترفیس بشه دی آر، این روتر رو این اینترفیس بشه بی دی آر، و این روتر رو این اینترفیس هیچی نشه. میام اینجا قبل از اینکه اصلا وارد بحث او اس پی بشم میگم اینترفیس، ببینیم کدوم اینترفیس، فصل اینترنت 01 آی پی او اس پی اف پریوریتی میتونم تغییرش بدم، مثلا اینو میذارم میخوام بالاتر باشه میذارم 10. این کار اینجا هم میکنم، میام اینجا ببینم اینترفیس هاش چنده، 00 پایینی هم 00 اینترفیس فست اینترنت 00 آی پی او اس پی اف پریوریتی مثلا این باشه 5 که به عنوان بی دی آر انتخاب بشه، و توی پایینی اینترفیس فست اینترنت 00 آی پی او اس پی اف پریوریتی باشه 0، یعنی نمیخوام این اصلا به عنوان دی آر بی دی آر انتخاب بشه. خب حالا میام اینجا روتر او اس پی اف خاطرم نیست اینجا رو گذاشتیم چند، گذاشتیم 10 فکر میکنم، او اس پی اف 10 اینترفیسش رو فعال میکنم، اینترفیس 10ی میگم 10000 0 255 255 255 255 این وایلد ماسک به تو اریای 0. بیام سراغ این، مثلا اینجا من میخوام همه اینترفیس هاش فعال بشه، ببینیم چیکار میکنم. روتر او اس پی اف 1 روتر آی دی این باشه 2222 میگم نتورک 4 تا 0 و 4 تا 205 این همه اینترفیسات بره تو اریای 0. بیام سراغ پایینی روتر او اس پی اف 1 روتر آی دی این باشه 3333 نتورک مجدد 4 تا 0 4 تا 255 اریای 0. خب هر دوتا همسایگی تشکیل شد. حالا بیایم نگاه بکنیم چه اتفاقی افتاده. من روی روتر اولی با دستور شو آی پی روت نگاه میکنم، میبینم که نتورک 10 رو با او اس پی اف یاد گرفته، اون یکی چرا نه 192 هم باشه اومد، با یکم تاخیر اومد، اینها رو هم با او اس پی اف با او داره نمایش میده یاد گرفته. خب اینجا رو ببینین، الان این چرا سه؟ به خاطر اینکه من بندویت رو روی فست اینترنت دارم کار میکنم، فست اینترنت من هم کاستش 1 بود، مجموعش رو حساب بکنید روی ستا لینک 3، 110 هم میشه ادمنستریتیو دیستنس او اس پی اف من که تو ریپ 120 بود اگه خاطرتون باشه. خب میتونم با دستور شو آی پی او اس پی اف نیبر میبینم که یه همسایه داره 111، این همون روتر آیدی است که دارم بهتون میگم، گفتم اینو هم الان روتر اینجا 111 رو داره نشون میده، اگه من نمیذاشتم میرفت یه آدرسی میذاشت که حالا باید میرفتم ببینم این آدرس کدوم یک از اینترفیس های کدوم روتره. خب یه نکته رو من بهتون بگم، الان میبینیم روی این اینترفیس دی آر و بی دی آر انتخاب شده، در صورتی که این لینک من پوینت تو پوینته. من قصدم این نبود که این رو بهتون اینجا این قسمت توضیح بدم، ولی بهتر بود که بعد هم نشد که این اتفاق افتاد که ببینید.
از کجا تشخیص میده که این لینک لینکیه که مالتی اکسس یا پوینت تو پوینت؟ از روی اینترفیس تایپ. من زمانی که اینترفیس تایپ من فست اترنته، عملا این اینترفیس تایپ باعث میشه که این رو به صورت یک شبکه مالتی اکسس بیاد روش دی آر بی دی رو انتخاب کنم. من میام چی کار میکنم؟ من میام این لینک رو قطع میکنم، اول اینها رو رایت کنم، این دوتا روتر رو. خب بعد میام این روتر رو خاموش میکنم، روش یه ماژول ویک توتی یا ماژولی که برای لینک های سریاله نصب میکنم، همینطور روی این خاموشش میکنم، یه ماژول ویک توتی که دوتا اینترفیس سریال میده روی نصب میکنم و مجدد روشنش میکنم. بعد میام اینها رو با لینک سریال به هم وصلش میکنم، از سریال 010 وصل میکنم به سریال 01 01. خب بیایم کانفیگوریشن مربوط به سریالمون رو انجام بدیم. اینترفیس سریال 010 نو شات داون، آی پی ادرسش باشه 172.16.1.1.255.255.255.252 که میدونیم با فست اینترنت هم داره اوورلپ میده، نباید اینطوری باشه چون فست اینترنت دیگه نمیخوام برم آی پی شو بردارم، ترجیح آی پی همین رو عوض میکنم، 21. این یکی رو هم اینترفیس سریال 010 نو شات داون آی پی ادرس 172.16.2.2 255.255.255.252. خب اینجا رو دقت کنین، من با دسته شو آی پی اینترفیسز بریف نگاه میکنم که مطمئن بشم لینک من درسته، این سمت آپن آپ، این سمت رو هم نگاه بکنم، شو آی پی اینترفیسز بریف. این قسمت رو نگاه بکنید، الان من باید بتونم از این ور پین کنم 172.16.2.2 رو، پینگ من برقراره. خب من لینک هم لینک سریاله، فقط کافیه بیام تو روتر OSPF هم OSPF 1 بود این ور اگه اشتباه نکنم، با دستور نتورک گشت، من فکر میکنم مثلا اینترفیس باید فعال شده باشه چون من 172 گشتم، با دستور شو آی پی پروتوکولز میتونم نگاه بکنم ببینم الان رو کدوم نتورک های من وجود داره، 172.16.0.0 بله، اریای 0 و درست. خب شو آی پی این او اس پی اف نیبر، دوباره همسایه ها رو چک میکنم، الان ببینید چی شد، الان همسایه رو فول تشخیص داد ولی اینجا علامت خط گذاشت، یعنی الان لینک من دیگه چون یه لینک سریاله دیگه یه لینک پوینت تو پوینت، این علامت خط فاصله یعنی اینکه قصدی برای پیدا کردن دی آر یا بی دی آر روی این اینترفیس انجام نداده. برگردیم روی این یکی، با دستور شو آی پی او اس بی اف نیبرز اینجا رو ببینید، الان من یکم بازتر میکنم که نمایشش رو درست نشون بده، نشون نمید. در اصل این یک از فصل 01 اومده پایین، اشتباه نه چیز خاصی نیست. سه تا همسایه من دارم، یکی از همسایه هم که 444 باهاش فول فوله ولی روش دی آر بی دی آر انتخاب نکرده. چرا؟ چون 444 اینه، رو لینک پوینت تو پوینت من قصدی نداشته که دی آر بی دی آر انتخاب بکنه، ولی از اون طرف اومده چیکار کرده با همسایه پنجش همسایگی فول تشکیل داده با دیار و این برم فول تشکیل داده با اون یکی به صورت درادر. یه نکته اینجا وجود داره، من الان اومدم چیکار کردم، من اومده بودم گفته بودم این بشه دیار، این بشه بی دیار، این بشه هیچی، یعنی این باشه 10، این باشه 5، این باشه
صفر. الان اگه بیام بزنم شو آی پی او اس پی اف اگه اشتباه نکنم، چیزی بدید مطمئن بشم، شو آی پی او اس پی اف آدرس یا شو آی پی پروتوکولز رو نگاه بکنم، شو آی پی او اس پی اف نیبر دیتیل. بله الان داره تو با شو آی پی او اس نیبر دیتیل داره من میگه که دی آر 10.10.2 بی دی آر 10.10.1، یعنی این دو شده دی آر که نباید میشد، این شده بی دی آر. چرا؟ این هم همون نکته که بهتون گفتم، گفتم انتخاب دی آر و بی دی آر انتخاب غیر رقابتیه، یعنی این که من زمانی که اومدم این روترم رو خاموش کردم برای اینکه میخواستم لینک این برای تست بگیرم، در واقع دی آر این شبکه رو خاموش کردم. دی آر که رفت، بی دی آر نقش دی آر رو بازی کرد. این اولش این دی آر بود، این بی دی آر. این که خاموش شد، این شد دی آر. فقط نکتهش چیه؟ این که نمیتونست بشه بی دی آر. الان دوباره وقتی با پریوریتی جدید برگشته، این دی آر مونده. چرا؟ چون بهتون گفتم این رقابتی نیست این انتخاب. چطوری میتونم این رو عوض بکنم؟ من میتونم بیام اینجا با دستور کلیر آی پی او اس پی اف پروسس، پروسه او اس پی اف هم یه بار ریستارت بکنم که دوباره مجدد از ابتدا بخواد این کار رو انجام بده. ثبت میکنیم. خب شو آی پی او اس پی اف نیبر یک مرتبه دیگه اینجا هم کلیر میکنم روی سیمیلیشن ممکنه پی او اس پی اف پروسس show IP interfaces show IP OSPF neighbor. خب این سمت هم یه بار دیگه نگاه میکنم، show IP OSPF neighbor. خب چی شد؟ الان دوباره همسایه یک یک من که اینه، همسایه یک یک من داره به من چی میگه؟ میگه الان یک یک با پریوریتی ده شد دیار، اون صفر درادره، هیچی نیست. ولی اگه بیام رو این نگاه بکنم، داره من میگه که اون پریوریتی 5 شد بی دی آر. خب من میتونستم اینا رو دوباره مجدد ضبط بکنم و حواسم به این باشه که این نکات رخ نده، که خیلی ترتمیزتر او اس پی اف جمع بکنم. ولی در واقع باید بهتون میگم او اس پی اف پروتکلی که یه سری پیچیدگی های کوچیک و یه سری ریزکاری هایی داره که من ترجیحم به اینه که اینجور موارد رو هم همین الان اتفاق بیفته و با هم ببینیم و پروسه ترابل شوتینگش هم ببینید که تو خونه که دارید این موارد تست میکنید بدونید چه اتفاقی افتاد. پس من یه بار دیگه توضیح میدم، من گفته بودم این دیار باشه، این بی دیار باشه، بعد این طرف هم میخواستم لینک پوینت تو پوینت باشه. نکته اولی که من این لینک رو با فصل اینترنت وصل کرده بودم، درسته پوینت تو پوینته، ولی چون فست اینترنت میره به نتورک تایپ نگاه میکنه، چون میبینه اینترنت، پس شبکه مالتی اکسس میبینتش و روش دی آر بی دی آر انتخاب میکنه. من نمیخواستم این رو اینجوری نشون بدم، پس لینک رو قطع کردم، لینک سریال بس کردم، نشون دادیم که با لینک پوینت تو پوینت عملا انتخاب دی آر بی دی آر توی این شبکه اتفاق نمیفته. تو همین حین این طرف گفته بودم این روتر رو این اینترفیس بیاد دی آر بشه، این روتر رو این اینترفیس بی دی آر بشه و این هم هیچی نشه. وقتی که من این روتر رو می‌خواستم روش ماژول نصب کنم خاموشش کردم، یعنی قبل از اینکه خاموشش کنم یه اتفاق افتاده بوده، این دیار بوده، این بی دیار بوده و این هم هیچی نبوده. ولی وقتی من روترم رو خاموش کردم که روش اینترفیس نصب کنم، تو این شبکه اتفاقی افتاد، بی دیار اومد جای دیار رو گرفت. بعد من شبکه رو که مجدد بس کردم نگاه کردم، دیدم این چی شد؟ این دیگه دیار نیست، با اینکه پریوریتیش 10 ولی 5 بی دیار دیاره، چون دیار الان انتخاب شد. یه بار
آی پی او اس پی اف پروسس رو کلا کلیر کردم، مجدد که اومد بالا چک کردیم این دوباره دی آر شد و این بی دی آر شد. یه نکته دیگه هم که می‌خواستم بهتون نشون بدم اینی که جدول همسایگی رو دیدیم چجوری میتونیم ببینیم، جدول روت رو هم که میدونستیم چجوری میتونیم ببینیم. علاوه بر اون میخوام جدول توپولوژی رو ببینم با دستور شو آی پی او اس پی اف دیتابیس. خلاصه ای از جدول توپولوژی رو میبینیم و اینا هر کدومش LSA تایپ های مختلفی که باید توضیح داده بشه و تو این بخش نمیتونم بازش بکنم، ولی وقتی میگم خلاصه ای مگه بزنم شو آی پی او اس پی اف دیتابیس مثلا روتر، خب میگم این بحث سی سی ام پی اصلا خود چیز ساپورت نمیکنه که من بخوام خود پکیج تریس ساپورت نمیکنه بخوام اطلاعات ریستری توی جدول دیتابیس بهتون نشون بدم، ولی اگه میتونستم اینا رو بهتون رو روتر واقع بهتون نشون بدم میدیدیم که اطلاعاتی که توی این جدول دیتابیس ذخیره شده خیلی فراتر از این چیزی که اینجا دارید میبینید. یعنی واقعا وقتی میگیم تو او اس پی اف تک تک روترهای من یه دید کلی نسبت به کل شبکه دارن، این دقیقاً صدق میکنه.